با فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید در این برنامه نمایش سیاسی یا رسیدگی به پرونده یک فساد مالی رسیدگی به پرونده کابل بانک به با کجا رسید خواننده رپ آلمانی در فهرست سیاه آمریکا برای تروریست های داعشی. سلام و وقت شما بخیر با وجود هیاهوی فراوان حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به پرونده کابل بانک حکومت تنها 13 میلیون دلار دزدیده شده را به دست آورده است از بیش از 900 میلیون دلار پول های دزدیده شده کابل بانک تا اکنون تنها 235 میلیون دلار به دست آمده که 222 میلیون دلار در هنگام حکومت حامد کرزی و 13 میلیون دلار دیگر در حکومت کنونی گردآوری شدند. دادستانی کل میگوید از میان 13 بدهکار این بانک تا اکنون چهار تن برای پرداخت بدهی هایشان به این نهاد حاضر شدند. بر بنیاد حکم دادگاه ابتدایی 21 تن در بحران کابل بانک مجرم شناخته شدند که تمامی این افراد باید زندانی می شدند. اما از این میان تنها 12 تن زندانی اند و 9 تن دیگر از کشور فرار کردند. در حالی که رئیس جمهور در نخستین روزهای کارش پرونده کابل بانک را بازگشایی کرد اما حالا از جدیت روزهای نخست رسیدگی به این پرونده خبری نیست اما پرونده کابل بانک به با کجا رسیده است پرتو نادری فعال مدنی و سهرا بهمن کارشناس مسائل اقتصادی برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید آقای بهمن تنها 13 میلیون دلار به دست حکومت رسیده فکر میکنین چی چیز مانی شد با وجود اون وعده های بلند و بالای حکومت سلام خدمت شما خدمت استاد و بیندههای عزیز شما اساسا شما میداند که قذیه کابلانک قذیه خیل پیچیده و یکی از موضوعات در حققت اختلاص یا فساد مالی بسیار بزرگ در کشور بود که چیزی در حدود 1ک ملیارد رچه انها چیز در حدود 81 ملیون دالر وضعدحققت اختلاص شده توسط سهامدارا و یا کسانی که به نحوی در اون بانک دخیل بودند و یا ناشی از امو سوی مدیریت هایی که کلان اقتصادی بوده انجام شده اما شما میدانید که این قضیه با این قدر پیچیدگیش بسیار مشکل خواد بود که در ظرف چل روز تای مرایل شود و تمام عباد حقوقیش اقتصادیش و مالیش مورد مطالعه قرار بگیره و شما هم میدانید که یک تعداد بزرگی از کسایی که در این موارد دخیل بودند اونها در محاکم حاضر نشد یا در داخل افغانستان بود نتانستن که به محاکم حاضرشان بکنن و یا ای که بیرون از افغانستان بود که مشکلاتی بود نمیتونستن اونها را بیارن بنا این وقت و این دلایل دیگر دوستا به هم دادن و نتوانستن که همو فعالیت های لازمی که بود در قطع انجام بوتن تا اون پولی که در حدود یک میلیارد هست البته که ما او را اگر بخوایم که با مو بعضی موضوعات دیگر که مثلا چقدر به با بانک ضرب بر نظام بانکداری ما ضربه بزد او را اگر شما نمیتونید اصلا به پول در حقیقت مقایسه بکنید در این قضیه پیچیده را در این مدت کوتاه از هم بود مدیریتیش هم بگوین و حقوقی و اقتصادیش هم بگوین مشکل خواد بود که شما بتونین تحلیل و تجزیش بکنین من مطمئن هستم که با صدها دوسیه از این ترتیب میشه و با صدها صفحه از این راپورها تهیه میشه تنها یک راپوری را که من مطالعه کردم راپوری است که از مک یعنی کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری است که 140 چند صفحه هست شما اگر مورد تنا بخواید مطالعه بکنید درست اون در بر میگیره که تنا مطالعهش بکنید البته با کمی دقتش بنان این بشکل خاط بود که در 40 روز تمام ابعاد بانک مورد مطالعه قرار میگیره و در آخر یک حکم عادلانه هم صادر میشد همو بود که شما شما هم در جریان هستین که چیزی در حدود 13 تا 15 میلیون دلار در حکومت جدید از اون ناحیه به دست آمد و دیگر چیزی ما نتونستیم که متاسفانه به دست بیاریم و تمام پولی هم که شما سرجام بکنین چیزی در حدود 250 میلیون دلار است به دست آمده که تقریبا چیزی در حدود 80 فیصد دیگر این پول اگر تنها بحث پولیش باشه ما تا هنوز او را نتونستیم به دست بیاریم در کنار از بعضی موارد دیگری هم هست که ما باید او را مد نظر بگیریم یک مقدار پولی هم از خزانه دولت در اینجا داده شد او را هم در نظر بگیریم و چهار سال که بانک بین 500 هزار دلار تا یک میلیون دلار ماهانه زرر را وارد میکرد و این هم از امو کیسه دولت داده میشد بنانی مشکل خواد بود که شما با مدت کوتاهی تمام این عباد مطالعه بکنین و یک حکم عادلانه ای را هم صادر بکنین آقای نادری حالا از زمان بازگشایی پرونده توسط رئیس جمهور غنی تا امروز شما چگونه می میبینین این روند را واقعا یک جریان نمایشی در کار بوده یا مسئله رسیدگی به این فساد بزرگ بانکی به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به شما سلام بشما. و دوست عزیز به و بینندگان ببینید آغاز این کار یک امیدهای برای مردم ایجاد کرد یعنی دولت در حقیقت خواست که اولین برنامه مبارزاتی خود در برابر فساد از کابل بانک آغاز بکنه و این یک وظیفه بسیار بزرگ بود بسیار زیاد بزرگ بود یکی از مشکلاتی که همیشه در کارهای بزرگ وجود داره ای که شما قبل از او باید افزارهایی را برای اجرای اون کار آماده و فراهم بسازین ما فکر میکنم که این مسئله هنوز چنان آزمون بزرگی در برابر صداقت دولت نیست به مبارزش در برابر فساد وجود داره و حالا این فساد در حقیقت یک سرطان یک سرطانی هست که سراپای جامعه ما را گرفته دکتر صاحب همیشه در مورد تومورهای خبیسه یک اصطلاحی دارن میگن که تومور خبیسه یک معنای است که به من دست نزن یعنی اگر دست دادی آن گونه باید دست زده شود که کاملا ریشکن شود و الا اگر عملیات ناقص شود دیگر سلول ها را هم سرطانی می سازد اگر این دولت نتواند که به یک نتیجه برسه من فکر میکنم که همون حیبتی را که در ایجاد کرده بود که بسیار با جدیت میخواد در برابر فساد مبارزه کنه همون خیلی صدمه میبینه ولی دو چیز بسیار برای من جالب بودیه که آن گونه که به من سب گفتن اول یک زمانی بسیار کوتاه چل یا چل پنج روز برای از این مسئله انتخاب کردن که دهی فاصله و بسیار بسرعت در امو اولین روزها فرمان این را دادن ای میتونیست که بیشتر یک نمایش باشه و بعدا ما متوجه شدیم که نتیجهی که ما باید منتظر شدیم به دست نیامد حالا برای من مهم نهیم نیست که آقای خلیلی فروزی ده سال حبس یا 15 سال مهم است که آیا دولت توانسته که این پول های تاراج شده و دزدی شده را به دست بیاره مشکل کابل بانک ده که افرادی دهی دخیل هستند که بسیار صاحب نفوذ هستند و اونا در این دستگاه دولت کنونی هم نفوذ دارن پس برای ازی اول باید افزارهایش می داشت در حالی که رئیس جمهور در امو اخ... نخستین روزی در امو روزی مراسم سوگند خود گفت که دو ارگان بسیار شد ارگان های عدلی و قضایی را متهم ساخت به فساد بسیار گسترده چیگونه ممکن است که یک نهاد فاسد بیاید و بعد یک قضیه پیچیده را به صورت عادلانه بررسی بکنه من فکر میکنم که مردم نسبت به قضیه کابل بانک خیلی چی شدن خیلی ناامید شدن م... فکر میکنین این رئیس جمهور واقعا نمیدانست در این که شما میگین افراد خیلی قدرتمند و صاحب نفوذ در حکومت دخیلا در این پرونده و این میتونه یک مشکل را ایجاد بکنه در برابر مبارزه با فساد در این بخش بدون شک رئیس جمهور میفهمید که چه کسانی در این دخیل است ولی آیا میدونید ول... که ضرب شست چقدر من نمیدانم را... که چرا این گونه ناقص عمل کردن یعنی شما بازم یک مثال از تبابت بگیم که وقتی که دکترها عملیات میگه همه وسایل آماده میساز بعد مریضه به عملیات میبره اینها بیش از اون که چیزی داشته باشن با عملیات خود آغاز کرد یک مسئله که من فکر میکنم به این باید توجه شو. شما تصور کنید یکی که تاراج شده این بانک یک مسئله و دوم ضربه سنگینی که به با توسعه بانکداری و اقتصاد افغانستان وارد شده هیچ کسی ایره محاسبه نمیکنه که در این فاصله افغانستان چقدر صدمه دیده و این بسیار دردناک است و ما امیدوار هستم که دولت مسئله کابل بانک باید با جدیت دنبال بکنه و پیگیری بکنه تا مردم افغانستان اعتماد پیدا کنن به این دولت و همکاری کنن با این دولت در جهت ریشه‌کن ساختن فساد در کشور آقای به من فکر میکنین محض فساد مالی مطرح است در پرونده کابل بانک یا یک بحث سیاسی هم داره و خیلی جدی هم است مسئله سیاسی است اصلا شما وقتی که همین گزارشات متفاوتی که بیرون شده از طرف نهادهای مختلف وقت مطالعه بکنین در این گزارش ها عباد مختلفی را میده. یک موضوعش موضوع حقوقیش هست یک موضوع موضوعی اما فساد مالی در هست و کسانی را هم که در این بانک آمدن شما اگر پیشینه ایشان را مطالعه بکنین با یک پیشینه نسبتا شفافی نه آمدن ای هم بوده و دوم دیگر بوده های سیاسی هم هست به اساس گزارش که مک بیرون کشیده در ختم سال 1391 بود فکر کلام در اونجا حتی گفته که بانک گرچه از طرف دی افغانستان بانک برشان توصیه شده بوده که شما در فعالیت های سیاسی دخیل نشوید و شما حق ندارین که در فعالیت های سیاسی داخل شوین حتی به نوعی برای یک نامزدهای مشخصی در کاندیدای ریاست جمهوری اینها کمپین کردن مصارف از اون پرداختن و بین سی تا چل نفر از کسانی که اعضای پارلمان هستند برای از اونها مصارفات پرداخته شده برای کمپین های انتخاباتیشان وقتی که این موارد میبینین دیگه این قضیه خیلی پیچیده میشه یعنی بیرون میشه از یک موضوع حقوقی اقتصادی یا یک موضوع فساد بر یک مبنایی که بسیار موضوع سیاسی هم هست که شما میبینین که وقتی که دو نفر از کسانی که در حقیقت سکانداری بانک بودن وقتی موضوعشان مطرح میشه اونها تعداد افرادی را هم قلمداد میکنن که اینها در این موارد با ما شریک بودن وقتی که شما میبینین و به اساس گفته ایشان 3 تا 4 میلیون دلار را برای کسانی دادن که در رده های مختلف قدرت اونا سهم بودن همون زمان بنان این موارد را که وقتی شما مطالعه میکنین دیگه ای ابعادش از او موضوع حقوقی اقتصادیش بیرون میبرایه و بسیار گسترده تر میشه و به خاطر است که من پیشتر گفتم برای همچ قضايا بسیار مشکل خاطر بود که در ظرف 40 روز شما موضوع را تصفیه بکنین با که تمام ابزارهایش هم باشه قضیه بسیار ریشه داره بسیار در حقیقت ابعادش گسترده تر است شما اینو ساده نکنید در یک فکر نکنید در یک کشوری که 25 میلیون دا، میلیارد دلار آید سرانه جی دی پی داره و یک کشوری که در حدود 6 7 میلیارد دلار در حقیقت بودجه سالانه است شما اگر مد نظر بگیرین یک میلیارد دلار در اون کشور خیلی پول است و هیچ هیچ کسی به تنهاییش یا یک نفر یا دو نفر یا پنج نفر نمیتونه بلکه یک تیمی که شکل گرفته به نحوی مافیایی گونهش در این حیف و میل ها دوست داشتن خب حالا شما میگین که ظرف 40 چل روز پنج روز نمیشه قضیه را پاک کرد و به پرونده رسیدگی کرد اما چه تضمینی وجود داره که حتی در سالهای بعدم بشه این قضیه را که با این ابعاد سیاسی و اقتصادی و مالی و هر بخش دیگه حقوقی که شما توضیح میتین به اینا رسیدگی اول یک موضوع موضوع تکنیکی است شما هیچ گاه تجربه همچو فساد بزرگ مالی در افغانستان ندارین که اما یادهای حقوقی با آن که در اون مورد هست اونها بتونن حل کرده باشن شما یک قضیه ندارین که حداقل ده میلیون دلار یا صد میلیون دلار این یادها حل کرده باشن بنان برای این نوع قضایا این ساز و کار موثر نمیشه یعنی برای یک پدیده ای که امروز بسیار جدید است برای افغانستان با اون ساز کارها نمیشه دنبال کرد ما باید ایره بسیار کارشناسانه باش برخورد کنیم تنها موضوع حقوقی نیست موضوع حقوقیش مطرح بحث نیست بلکه موضوعی باید اما تفتیشی درست مالی کسانی که در این بخش وارد باشن اونها انجام بدن تا ای که امو اصل قضایا برای بیرون شما مثلا ما گزارش خواندم بسیار موارد بسیار جالب بود مثلا سوفت یکی از نهادهای بسیار مهم جانی هست در عمل و نقل پول ها اما اینا اسناد جعل کردن به نام سوفت و پول ها را بیرون کشیدن یعنی از خارج از کشور بنا وقتی این قضایا میشه او را کسی میدانه که در این موارد داخل آگاه هست بران این کسانی که میان به طور مثال در بخش حقوقی تنها تخصصی دارن داخل شدنشان در این قضایا بسیار برشان سنگین خوان بود که تا بتونن نتیجه مطلوبی را به دست بیارن بنا عبادی ازی من فکر می کنم گسترده تر و کارشناسان و در پهلوی دیگرش اما در حقیقت اما اراده سیاسی لازم هم ضرور هست تا ما برخورد عادلانه در قضیه صورت ب... انجام بدیم حتی بعضی کسایی بودن که در این قضیه قلمداد شدن حتی حاضر نشدن در محکمه بیان با که در افغانستان هم بودن بنان وقت این وضعیت می میبینید دیگه شما توقع نکنید که یک محاکمه عادلانه و یک مقدار پولی که از مردم تارات شده به شکل بسیار مؤثر و درستش و دسترس مردم یا به با بیت المال افغانستان تسلیم شود نادری فکر میکنین ابعاد سیاسی ای پرونده مد نظر حکومت است یا تنها میخواین در اون بخش مبارزه با فساد پرونده را به پایان ببرن ببینین اگر دولت بخواه که گویایی را باعث یک قضیه صرف اقتصادی نگاه بکنه من باورم نمیه که به نتیجه برسه من در یک گزارش خواندم که دست کم 45 میلیون دلار رشوت داخلی است یعنی در داخل کشور به بعضی از مقامات رشوت داده شده خب این مسئله در سال 2010 بسیار روشن شد و, و مشکلات بیرون شد ولی قبل از او این به این بیماری روبرو بود ولی برای حق سکوت گرفته بعضی مقامات اونها کسانی هستند که همکنون در دولت فعلی هم در مقامات بلند مثلا نشستن من فکر نمیکنم که این فقط به یک مسئله حقوقی به طرفی از این نگاه کرد و با سارنوال صاحبهای که همیشه در این زمینه کار کردن حلو فصل کنم بلکه ای باید با همو ابعاد گسترده ای که داره این مسئله باید مورد تحقیق قرار بگیره در غیر از او هیچ نتیجه ی به بار نمیاره و هنتیجه منفی که به بار میاره ایست که دیگر هیچ کسی نسبت به دولت هیچ اعتناعی نخواهد کرد ک اینب ن بازی کردن با بروت شر اس دست زدن به پرونده کابل بانک با یک سرمنزل مقصود نرسید ببینید خب حالا بسیار دشوار است ایره باید دولت خود باید حکومت باید خود پاسخ بوده که چرا در اولین اقدام خود یا در اولین گام خود یک چنین گام مثلا ناقص و ناتوان برداشت مردم عوام میگه که سنگ بزرگ را برداشتن به مفهومی نزدن است یعنی باید سنگی را بر که شما بتونین حریفه بزنین حالا با این مسئله را مطرح کردن و بعد به ناکامی رسیدن به نظر من اعتبار دولت بسیار زیاد پایین میاره و بسیار خوب است که جناب دکتر سبه اشرفغنی حالا ببینیم ما در گزارش خواندم که اضافه از 200 نفر در این مسئله دخیل هستند از اعضای شورای از اعضای ولسی جرگه گرفته تا وزیرها وزیرایی که در دورهای پیش تا همان گونه که اشاره شد شخصیت هایی که خود را برای ریاست جمهوری کاندید کرده دادن که میلیون ها دلار برای اونها برای کمپاینشان داده شده حالا چرا از اونها پرسان نمیشه که مثلا فکر میکنین با رفتار و, و مریض حکومت با این افراد بشه دست زد و از اینا مت تصور که این دولت آنقدر ناتوان است که از مافیاهای قومی و اقتصادی سخت در حراس است ولی مجبور است که گاه گاه شعارای بلند بکنه به دلیل یزی که هر دو تیم انتخاباتی ما در حقیقت نیرویی که اینا رو جمع کرده بود اونها از طریق مافیاها ها رفتن دوابین مردم و حالا هم کابینه که معرفی میکنه این کابینه از کانال مافیاهای های قومی و اقتصادی به اینا معرفی میشه تصور میست که اگر این دولت اگر اراده قوی هم برای مبارزه داشته باشه توان این مبارزه را با چنین مسائل دشوار نخواهد داشت آقای بهمن از آزمون کابل بانگ نزد افکار عمومی جامعه جهانی چه خواهد بود برای حکومت وحدت ملی؟ حکومتی که علاقه نادری میگه که این توان را نداره واقعا که دست بزنه به اون نقطه های اساس در درون حکومت اساسا من فکر می کنم قضیه کابل بانک در این نقطه فکر میکنم ختم خواهد شد اگر هم نشوه بسیار یک موضوع بسیار با اندک تغییری چون ما بعض بعضی مواقع هست. طرز رفتار میتونیم قیاس بکنیم یا فکر بکنیم که نتیجه ای چی خواد بود چون ما میبینیم که موضوع کابینت جنجالی میشه موضوع قضیه انتخابات جنجالی میشه کمیسیونی که جور شده جنجالی میشه یک در مشکلات در بین ساختار کلی حکومت وجود داره چی از سطح در رأس حکومت چی در قاعده هایش وقتی که ای موضوعات هم میبینین دیگه توقع ما هم ندارم که قضیه کابل بانک با اون رقمی که ما توقع داریم و مردم توقع دارن حل بشه این هیچ نیست و دوم جامعه جانی هم یک محک بود برشان که باید موضوع فساد اینمی نقطه بود که اونا در سخت متوجه بودن که چگونه حل میشه اما متاسفانه بیشتر این قضایی بیشتر از این که امون مورد جرمی و حقوقی و اقتصادی یا سیاسیش مورد مطلقه بیشتر مدباطی گونه شد و به یک نوی همون نمایش گونه شد تمام شد خب، چون ای قضايا در... چی میخواست تمام... با این قضاوت با اینکه اگر بس را تبلیغاتی بکنه و بیاره جنبه نمایشی خب، در... بالا بکشه اساسا بود که چون یکی از وعده هایی بود که در مراسم تعلیف داده شده بود باید به هر ش... شکل بود و در اون زمان مسائل زور آزمایی های در, در درون این دسته های انتخاباتی دیروز و زد بند های سیاسی هم در, در درون در... من پیشتر گفتم موضوعات سیاسی که داخل هست یعنی افرادی هستند که بسیار توانمند هستند و نقش دارند در اینکه این موارد جلوگیری بکنن من پیشتر گفتم که این موضوع قضیه حقوقی اقتصادی نیست شما علش بکنید بلکه یک قضیه سیاسی هم داخل شده وقتی شما میبینین که یک تعداد از سهامدارا میرن به طرفی از اینکه محکوم شون و جرایم بپردازن یک تعداد تنها یک مقدار پولشان منجمد میشه یا کارخانه منجمد میشه در صورتی که اینا هم شرکای های همون قضایا بودن وقتی حتی در محکمه هم حاضر نمیشن بنان ما توقع ما نمی میشه که نمیتونیم منتظر یک محکمه عادلانه و در آخر یک نتیجه مطلوبی که تمام مردم میخوان داشته باشیم بنان من فکر میکنم این نقطه نقطه پایانی برای قضیه کابل بانک بود چون موارد دیگری که من فکر میکنم برای بسیار مهمتری برای حکومت خواهد بود که موضوع انتخابات هست موضوع اینا هست اینا برایشان اهمیت بیشتر خواهد پیدا کرد و ایده در اینجا ختم کرد و جامعه جانی هم این خوب دانسته با ما خاطر بود که در کنفرانس لندن گفت که ما فقط هم تعهدای سابقه را یک بار دیگه تعهد میکنیم فعلا چیزی جدیدی براتون ما دادن هم. ولی آیا میشه گفت که در همین جای پرونده پایان پیدا میکنه فکر میکنم اگر پایان پیدا نکنه با اون قسم یک یک ده دیگه هم کمک که نمایش خواد کردن بالا از اونی و این نقطه ختم خواد شد و به نحوی خام اید... چند بانک هم مطرح است از جمله کابل بانک با چند باره. بانک دولتی این چیه همیشه این نقطه را گفتیم همیشه این نقطه را گفتیم و همی... اصلا همین سیستم ما این مشکل داشت این مشکل داشت آمدن در سال ما یک میخوای پیشینه از اینم بگم در سال 1383 سیزد... بانک کابل بانک, آ... بانک تاسیس میشه در سال 1386 یعنی بعد از تقریبا سه سال اینها ساز و برگ نظارت از بانک ها رو ایجاد میکنن یعنی تا سه سالی بانک ها هر کار خواستن کردن این برای من بسیار جالب است همیشه ما هم یک اصطلاح بسیار خوب داره میگه اول فیلخانه را رو بساز باز فیل بیار ما اول فیل آوردیم باز فیلخانه را رو ساختیم و فیل یک دم سر ورداشت همه چیز خراب کرد این قضیه است خیلی درست ست کرد بنان ای با این وضعیت من هیچ گایی نمیگم که دو, سه بانک با هم مدغم شوند و یک بانک آه انوز هم در این بانک ها بعضی سوالاتی در همین بانک های فعلی هست موجود هست تا زمانی که این سوال ها حل نشه آیا این هم شفافیت لازم داره یا ادغام از اینا قسمی نشه که پرده پوشی بر یک تعداد از اختلاس های دیگری هم در داخل باشه حالا فکر نمی کنین اگر پرونده در همین جا به پایان برسه خب این یک نوع مافیا دادن به کسانی است که دیروز دز دیدن عملا پول های وازیان دادن واضی بود که وقتی که شما 40 روز میگذارین خودش بنای مافیا دادن است یک تعداد در محکمه حاضر مافیت دادن است دیگه کدام چیز دیگه بالا از این به نظر من هم معکایش همینا هست دیگه معافیت دادن هست شما فقط دو نفر متهم میشه که اینقدر پول بیارن به 10 سال برای از اونها حبس در صورتی که یک نظام اقتصادی را کشور را ضربه زدند اعتماد ملی را در نظام اقتصادی از بین بردن برای از اونها 10 سال حبس شما میگید بنان شما آسان ترین حبس برای یک کسی که یک نفرم که اگر اختطاف میکنه 10 سال حبس است و کسی هم که میلیاردها دلار هم تاثیر میاره که جامعه را متاثر میسازه او را ما نمیگاپس بنان ما فکر میکنم که قادلان نبودنش با مخاطره واقعا نادری فکر میکنید این پرونده را در همین جای حکومت بهش نقطه پایان خواهد گذاشت و این کار امکان داره حکومت هیچ وقت نخواهد گفت که ما ایر دنبال نمیکنیم اون گونه که مقامات لوی سارانوالی میگه که ما در تلاش به دست آوردن پول ها هستیم و این پروسه جریان داره ولی سخن بر سر که دولت پیش رویش دشواری های بسیار بزرگی داره حالا باید کابینه خود بسازه و بعد از او باید کمیسیون های انتخابات اصلاحات دو بیاره از همه مهمتر یک نیم سال بعد اینها باید لوی اجرگر را دایر بکنن که اون لوی جرگه مشروعیت بته به این بخش تازهی که ایجاد شده سیستم نظام سیاسی افغانستان تغییر پیدا کنه اینها و انتخابات ولسوالی ها دایر شده همون گونه این قدر ها بلند میشه که بعد این غوغا شاید آرام 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 و مردم افغانستان مردمی مردم است که خوشبختانه یا بدبختانه هیچ حافظه تاریخی ندارن اما که تیر شد دیگه هیچ دمو دمو فکرش نیست همین بحث کابل بانک که شما این روزا الان اینجا بحث کردیم همین روز اصلا مطبوعات هم چندان بالای در باوری دی کابل بانک نمی پردازه. یعنی ما فکر نمی کنیم که دیگه اون پول ها بر بگرده یعنی ولی بر... یک چونین اقدامی که به سر انجام نمی رسد چی خواهد بود او بسیار تأثیری بزرگی داره در حقیقت فرهنگ غارت و چور و چپاول و دزدی نهادی نمیشه در افغانستان یعنی تو پولی بیشتر پیدا کو سونیت پیدا می خلاص ای, ای, بسیار زیاد دشوار می باشه برای آینده سیاسی افغانستان سپاسگزار از شما پرتو نادری فعال مدنی و سهراب بهمن کارشناس مسائل اقتصادی ممنونم و در پایان هم یه خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارتان یک خواننده آلمانی به علت جنگیدن در کنار تروریست های داعش در عراق و سوریه در فهرست سیاه آمریکا که مربوط به سازمان های تروریستی است قرار گرفت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن یک خواننده سابق آلمانی را به علت جنگیدن در کنار تروریست های داعش در سوریه و عراق در فهرست سیاه سازمان های تروریستی قرار داده است. دینیس کاسپرت 79 ساله که در برلین متولد شده یکی از تکفیری های شناخته شده در آلمان است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دینیس کاسپرت خواننده سابق رب که اکنون اسم ابو طلحه آلمانی را برای خود انتخاب کرده است پیش از این در فهرست سیاه کمیسیون تحریم های سازمان ملل علیه القاعده قرار گرفته بود وزارت خارجه آمریکا گفته این شهروند آلمانی سال 2012 به داعش پیوست و در ویدیوهای متعدد این گروه از جمله آخرین بار در ماه نوامبر ظاهر شده که در آن یک سر بریده را در دست داشت که گفته می شد به یک فرد اعدام شده مخالف داعش تعلق دارد آمریکا اعلام کرده کاسپرت سوگند وفاداری به ابو بکر البغدادی رهبر داعش خورده است و یکی از عوامل استخدام نیرو برای داعش به ویژه از بین آلمانی زبان هاست. این خبر همزمان با سفر آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان به واشنگتن و دیدار او با بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید اعلام می شود.